شما؟ نه خواب نبودم علی جان. یه چند وقتی هست که خواب درست حسابی ندارم. منم کار زیادی نداشتم، فقط خواستم ببینم از نازنین خبری داری یا نه. یعنی اتفاقی ندیدیشون که خرید مرید داشته با دوستاش؟ گفتم شاید نه ندیدمش. مگه دم ظهری تلفنی صحبت نمی کردیم با هم؟ نه که الو گوشم با توی بگو. ندیدیش؟ گفتم که ندیدمش، سرم تو برگه هم بود، اصلا متوجه رفت آمده نبودم. دم غروبی رفتم میبسته سیگار بگیرم، گیره این همسایه بالایی افتادم، همش راجع به دزدی ماشینشون این مزخرف ها صحبت میکرد. خستم کرد، میترسم بازم رفته باشه. حتما به این همسایه پایینی فرزند خانم هم سر. بابا اونا هم خبری نداشتن. به خدا خسته شدم رضا، نمیدونم کجاست، شده کارش. اگه من این دفعه کوتاه اومدم. خیلی خوب، حالا تو هم چرا عصبانی میشی؟ شاید رفته بیرون یه بادی به کلش بخوره. خودت گفتی وقتی عصبانی میشه میزنه بیرون، یادته که ها؟ بابا هر وقت میزنه بیرون میریزم به هم، همش حس میکنم رفته یه جایی. داری یه خدا خسته شدم رضا، شاید برم یه دوری بزنم تو خیابون، شاید دیدمش. بمون خونه شاید الان پیداش بشه. خونه آروم باش مرد، به حسابت مسلط باش. چیزی شد رضا؟ نه چیزی نیست. تو برو یکم استراحت کن، حال سر جاش بیاد. شاید اتفاق خاصی هم نیفتاده، اون وقت مجبوری به خودت بخندی پسر. بعد چند سال زندگی اگه من نازیو نشناسم که دیگه خاک دوست. خیلی خوب، حالا بس کن دیگه، برو یکم استراحت کن. آره بعد یه خورده بخوام، دیگه نمیدونم چی کار کنم. چرا خوب میدونی؟ تو یه وکیلی ناسلامتی، خوب فکر کن بعد تصمیم بگیر. شاید اصلا تو رودعوسی با همسایی‌ها جایی رفته باشه. محاله بابا، اصلا نازی با کسی تعارف نداره، اصلا من میشناسمش. ببین علی، یه چیزی بهت میگم. نه بگو گوش بکنم. یه قرص بخور، چند ساعت بخواب، بعد وقتی بیدار شدی نازی، یعنی نازنین خانم، هر جا باشه دیگه برگشته خونه. بخوابم؟ من نمیتونم پلک بزنم، تو میگی بخوابم؟ به خدا بیدار موندن تو هم هیچ. الو الو من پام خورد به پیریز، از گوشی از پیریز در اومد. مهم نیست، ولش کن. به خدا رضا، پاک عقلم از دست دادم. همش حس میکنم همه جای این خونه پر آدمه، حس میکنم یکی داره از یه گوشه به من نگاه میکنه. میترسم اگه یه دفعه در کمدو باز کنم یکی. علی به خدا، تو مریض شدی؟ تو داری خودتو شکنجه میدی. نازنین زن بی نظیریه، با سلیقه است، خوش فکره. خوش فکر؟ چیزی که نازی نداره فکره. من احمقم که رو دست خوردم. خوش فکر؟
ببین علی، این حرفا به جایی نمیرسه. خوش فکر. خوندن چند تا مقاله تئاتر و رمان پیش پا افتاده، خدا یه فکرش کرد. خوش فکر، دیدی جایدان چطوری از مرد تعریف میکنه جلوی من؟ چشمش به هر مرتیکه که میفته تو ساختمون، تو خیابون، میگه این چقدر خوش تیپه، این چقدر جد. دیوونه شدم رفت. ول کن این حرفا رو، کارت تو دادگاه به کجا کشیدین رو بگو. میتونم بابا افتضاح، این قاضی جدید بد جوری با من چپ افتاده. تا میمدم دفاع کنم میپرید وسط حرفم، اصلا منطق سرش نمیشه. پس باختی ها؟ چی؟ گفتم دادگاه رو باختی؟ باختم. اینم بگم تقصیر من نبود، دادگاه عادلانه بود. زن طلاقشو گرفت بدون اینکه حق با اون باشه. کسی هم نمیگه تقصیر تو بوده. اصلا شاید طلاقش داره. آره خوبه. نه منظورم اینه که آخه چرا؟ یعنی خیالشو دارم ولی هنوز تصمیمشو نگرفتم. یعنی تا مجبور نشدم نمیخوام این کارو بکنم رضا. دیگه نمیدونم چی درسته چی غلطه. من باید همون تابستون پارسال ولش میکردم. موقع که جر و بحثمون شروع شد یادته؟ دوباره شروع نکن. نه اینکه بهش وابسته شده باشم، نه دلم براش میسوزه. علی تو رو خدا عاقل باش، یکم عاقل باش، بفهم چی داری میگی. عاقل باش. تو هم فکر میکنی عاقل‌تر از منه؟ تو هم فکر میکنی عاقل‌تر از منه؟ آخه اونه! اون موقع که من قرد پنبند آبا و سرم خیلی شلوغه از من میخواد راجع به مقاله تاعتی که خود حرف بزنی. اصلا به من چه، به خودت مربوطه، چه غلطی میخوای بکنی؟ ما برم ساخته نشدیم! الو الو ما برم ساخته نشدیم. خدا رضا تو آدم زرنگی هستی. از صبح تا شب قرمون صدقه مردم میری ولی من این کارو نمی کنم. من خیار شدم، من کلا آدم بدبختی. تو بدبخت نیستی، تو الان فقط یکم عصبانی شدی، همین. چرا من بدبخت؟ من تا یاد دارم الان بدبخت و بیارزه بودم. من ای بدبخت نمونم یاده این مثل تو من نمیگفت زنت عاقل و خوش فکر. من اصلا حواسم پرت شد، میخوای خورده استراحت کن بخواب دیر وقت. اصلا تو خودت چرا نمیری یکم بخوابی؟ من زنگ میزنم بیدارت میکنم. یه قرص بخور بخواب. رضا میتونم بیام پیشه؟ چی؟ میگم الان میتونم بیام بالا پیشه اگه مزاحم نیست. آره چرا که نه، فقط ببینم الان یکم دیر وقت نیست. اوکی ببخش مزاحم شدم رضا جون فعلا. الو سلام خانم دکتر، کجایید؟ سلام، چیزی شده؟ علی دکتر، علی باز به هم ریخته. امروز یه پرونده طلاق داشته، باز دوباره فکر میکنه که زنی به اسم نازنین تو زندگیشه. اصلا حالش خوب نیست دکتر، یه کاری بکنید. الو سلام رضا جان. آقا من زنگ زدم از نگرانی درت بیارم، نازی الان اومد خونه. آره گفتش که دوستش تلفن کرده، حالش هم زیاد خوب نبوده، اینم رفته یه سری بهش بزنه. آخه الان اومده خونه، الانم منم دارم حاضر میشم که با هم دیگه بریم یه شامی بخوریم. آخه میدونی نازنین خیلی فست فود دوست داره. شاید هم نرفتیم چون نازنین یه خورده خسته است. حالا دیگه باید ببینم چی میگه دیگه. آقا قربونت برم، خیلی اذیتت کردم امشب. فعلا. الو. الو. نگران نباش، شنیدم چی گفت. الان بهش زنگ میزنم.